سلام، وقت برای شما بخیر. امیدوار هستم همتون جور و صحتمند باشین. در هر کجای از جغرافیای زمین که زندگی میکنن، صحتمندی کامل شما آرزوی ما هست و چه خوب است که از هر لحظه زندگی ما فرصتی که داریم در دست استفاده خوب داشته باشیم و چنان زندگی کنیم که همیشه شخصیت و جایگاه خوب در اجتماع داشته باشیم، در فرهنگ که فعلا داریم و همچنان در خانواده که زندگی میکنیم یک جایگاه خوب داشته باشیم. و این پیدا کردن جایگاه همش بعد خود ما هست، تلاش، پشت کار و همیشه کوششی که ما می داشته باشیم همیشه زندگی ما را رقم میزنه، اهدافی را که ما دنبال میکنیم همیشه سبب میشه که ما یک جایگاه خوب داشته باشیم و انتخاب زندگی درست در دست خود ما هست. پس شما هم قبل از اینکه دیر نشده و فرصت ها را از دست ندارین همیشه تلاش کنین. همیشه میگن که جوینده یابنده هست. زمانی که ما تلاش داشته باشیم، پشت کار داشته باشیم، زحمت بکشیم، بدون شک هیچ زحمت هدر نمیره و ما دقیقا همو ثمره زحمات ما را، ثمره همو تلاش هایی که در زندگی انجام دادیم میتونیم که موفقانه به دست بیاریم. پس بر شما هم از خداوند متعال یک انرژی مثبت، توان و قدرت خوب و عزت و سربلندی خواهان هستم تا بتونین انجام کارهای خوب و درست داشته باشین. خوشبختانه باز هم در یک از برنامه های دیگر رسم زندگی شما را خوش آمدید میگم و همچنان قرار داریم، قرار است که تا ساعت 2:30 مهمان خانه های شما ایزان باشیم. پس شما هم ما را همیشه همراه بودین، امروز هم تا پایان بخش دنبال بکنین، چرا که همیشه بودن شما در کنار ما بر ما یک انرژی مثبت و قوت قلب هست. امروز میخوایم در برنامه در مورد برقراری روابط اجتماعی، اینکه چطور بتونیم در اجتماع روابط خوب با افراد اشخاص بیرونی داشته باشیم و این روابط اجتماعی چقدر میتونه روی زندگی ما، روی پیشرفت های ما، روی شخصیت ما تاثیر مثبت بگذاره. بیشتر صحبت ها را با آقای رامش جویان نویسنده هستن می داشته باشیم. شما هم اگر نظریات دارین و یا هم صحبت های دارین که میخواین در برنامه با ما شریک بسازین، 0220209093 شما را به گونه لایو و مستقیم در برنامه وصل میساز. زمانی که تماس میگیرین یک موقعیت خوب را بر خودتان اختیار کنند تا صدای شما عزیزان را به درستی با خود داشته باشیم. صحبت های خوب را با جناب رامش می داشته باشیم، اما قبل از او بسی معلوماتی را آماده نشر ساختیم. میرم با هم یک جا تماشا میکنیم. برقراری روابط اجتماعی، شیوه برقراری ارتباط ما با دیگران تا حد زیاد روی زندگی که تجربه خواهیم کرد تاثیر میگذارد. درآمد، رابطه ها و مسیر شغلی ما همگی در گرو نو برقراری ارتباط ما با دیگران است. فارغ از اینکه هدف، شغل یا خواسته های ما چیست، راه برای فرار از این مسئله وجود ندارد. این روابط شخصی است که دنیا را اداره می کند. در این میان چگونه برخی افراد قادرند در زمان کوتاه تقریبا با هر کس ارتباط برقرار کنند؟ شکل دادن بر روابط برای بعضی ها بیشتر یک مسئله کاری است تا یک شیوه زندگی. بسیاری از افراد ممکن است فرصت های کاری بسیار خوبی را از دست بدهند، به این دلیل که نمی توانند با افرادی که در اطرافشان هستند به خوبی ارتباط برقرار کنند. در حالی که برای برخی افراد ارتباط برقرار کردن با دیگران در مدت زمان کوتاه کار بسیار ساده و طبیعی است، برای برخی دیگر مدت زمان بیشتر لازم است تا چنین رابطه های شکل بگیرد. در روابط سالم افراد یکدیگر را تحسین می کنند و موجب بروز هرچه بیشتر زیبایی های یکدیگر و شکوفایی درون می شوند. اما در روابط ناسالم افراد ذوق یکدیگر را کور می کنند، به یکدیگر حسادت می‌ورزند، از گفتن زیبایی‌های یکدیگر اجتناب می‌کنند و غالباً از جملات سرد و تلخ استفاده می‌کنند. یکی از نشانه‌های جامعه متعالی این است که افراد آن جامعه زیبایی‌های یکدیگر را می‌بینند، تحسین می‌کنند، تنگ نظری در آن به ندرت دیده می‌شود و آنها در شکوفا کردن زیبایی‌ها و استعدادهای یکدیگر نقش بسزایی دارند. برای این که بدانیم چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم، اول باید گفت که طبیعی رفتار کنید. رابطه تنها در صورت عملی می شود که شما واقعاً به آن اهمیت بدهید. برقراری روابط اجتماعی موضوع برنامه هست که در ارتباط با سی معلومات را تقدیمتان کردیم، اما می‌خوایم که بیشتر در این مورد از آقای رامش بشنویم که خوشبختانه در برنامه تشریف آوردن. سلام، وقتتان بخیر، بسیار زود خوش آمدید. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت
بینندگان عزیز تلویزیون خورشید، سعادت نصیب شد که خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز باشیم. زنده و سلامت. سپاسگزار هستم که بر ما فرصت دادین. در خدمتتون شما هست. سلامت باشیم. ما هم خوشحال به این هستیم که شما را امروز در برنامه با خود داریم. آقای رامش، می‌خوایم در مورد برقراری روابط اجتماعی بیشتر از شما بدانیم که چقدر میتونن در زندگی ما موثر باشه و ما چطور بتونیم یک روابط خوب در اجتماع داشته باشیم، با افراد اشخاصی که در اجتماع هستن روابط خوب برقرار کنیم. اما در نخست میخوایم که یک مقدمه حالا روی جایگاه و شخصیت یک انسان در اجتماع و همچنان خود روابط داشته باشیم. بسیار عالی. عرض کنم خدمت شما، هر انسانی نیاز به روابط اجتماعی داشته و در زندگی مهارت های خیلی زیادی نیاز هست که تا بتانیم ما یک زندگی بهینه و خوب داشته باشیم. و یکی از این مهارت ها مطمئنن روابط تحکیم و تأمین یا ارتباط ارتباط با اجتماع بوده که میتوانه بسیار مؤثر باشه. و ما همیشه در ارتباطات، خب ما بوده منفی و مثبت را هم داریم، یعنی ارتباط سالم و ارتباط غیر سالم. این بستگی به شخصیت فرد داشته که چگونه میخواد ارتباط برقرار بکنه. این به ایده ما، به ایده تمام عزیزانی که مطمئنن راه مثبت را انتخاب میکنن، ارتباط سالم را برقرار میکنن. و ارتباط سالم باز هم عرض میکنم که خیلی مؤثر در زندگی بوده. ما شاید در قسمت مسائل اشتغال زایی، مسائل شغلی خود بتانیم، حتما نیاز داریم که ارتباط اجتماعی داشته باشیم. در رابطه به رابطه اجتماعی پدیده های خوب خیلی از ابعاد مختلف هست، پدیده های خوب هست که ما میتونیم از ابتدا انتخاب بکنیم مورا. و بهتری است که بگویم که در رابطه اجتماعی شاید در کتگوری های مختلف احتمالا تقسیم شده و افراد نظر به شخصیت خودش میتونه رابطه اجتماعی رو تامین بسازه. هستن از دوستانی که شاید مثلا ما افراد شکاک، افراد مضطرب، افرادی که بیمار هستند، یا مثلا افرادی که در حاشیه قرار گرفتن، طبیعتاً از اجتماع بودن، از مجموعی که بخواین وارد از او بشن شاید بپرهیزن. اما افرادی که واقعاً میخواین در آینده مؤثر باشن و بتونن که از خود و خانواده یک زندگی بسیار خوب بسازن برشان، مطمئن روابط سالم ایجاد میکنن. و به ایده ما بهترین روابط، بهترین گزینه همی در رابطه با مسائل زندگی، مهارت زندگی، روابط اجتماعی است. همین روابط اجتماعی است. بسیار خوب. همیشه ما بخوایم نخواهیم، خواسته یا نخواسته، ما نیاز داریم به افراد جامعه و یک ارتباط غیر مستقیم یا هم مستقیم ما در جامعه داریم که همیشه سبب میشه که در ارتباط قرار بگیریم با افراد جامعه. پس چی خوب است که همیشه ارتباط می داشته باشیم؟ بخوایم نخوایم ما نیاز داریم به یک دانشگاه. زمانی که وارد میشیم ما نیاز داریم به همونطور مواد خوراکی که خریداری میکنیم، ما نیاز داریم به یک خیاط، ما نیاز داریم به یک معلمی که در این اجتماع تدریس میکنن. پس چه خوب است که این ارتباط ها هست و ما بخواهیم و نخواهیم این رابطه ها وجود داره. چه خوب است که رابطه های سالم را بسازیم در اجتماع. میخواهیم در این مورد از شما بشنویم استاد جناب رامش. اما قبل از او یک وقفه کوتاه میگیریم و پس از وقفه ما را همراهی کنیم. با شما هستیم در ادامه برنامه و میخواستم در این مورد از جناب جویان بشنویم که ما بخواهیم و اگر خواست دل ما باشه یا نباشه، ما روابط برقرار میکنیم و نیاز هست در یک اجتماع که روابط داشته باشیم با افرادی که در یک جامعه زندگی میکنن. حالا این که رابطه سالم برقرار کنیم و خود ما یک شخص مفید باشیم و دیگران ما را از یک آدرس خوب بشناسن، بالاخره یک رابطه سالم تشکیل شوه یا ایجاد کنیم، چقدر میتونه که نقش خوب داشته باشه و ما چطور بتونیم که یک رابطه سالم را ایجاد کنیم؟ بیشتر شما بسیار خوب، خواهش میکنم. بله، همونطور که فرمودین در زندگی ما ناگزیر هستیم که وارد اجتماع باشیم. خب طبیعتا زمانی که وارد اجتماع بودیم، اگر ما از شعور و عقل خود واقعا استفاده درست و بهینه نبکنیم، خب طبیعتا رابطه سالم را انتخاب میکنیم. در رابطه سالم گزینه‌های مختلف هست. بازم خدمت شما عرض بکنم، من یکی از نویسنده ها رابطه را همانند
جوجه تیغی یا خارپشتک مثال داده بودن که زمانی که هوا سرد میشه اینا به هم بسیار نزدیک میشن، به نهایت نزدیک میشن تا بتونن یک فضای گرمتر ایجاد بکنن از حرارت بدنشان، و اوقدر نزدیک میشن که متوجه از اینا میشن که خارها به بدن از اینا زخم وارد میکنن. و رابطه ها هم همین طور هست، ما گاهی میخواییم که یک رابطه را کوتاه مدت ایجاد بکنیم و یک نیاز داریم، چه مثبت چه منفی، و گاهی میخواییم که یک رابطه طویل مدت ایجاد بکنیم. و برای ارتباط یا شروع رابطه بهتر است که بر خود انگیزه بدیم و خود ما شروع بکنیم. استارت اول در خود ما بزنیم، با یک سلام، با یک صحبت، با یک واژه بسیار خوب، با یک عکس العمل بسیار عالی، با توجه بر شخصیت مخاطب میشه رابطه ایجاد شود. و در کل حفظ رابطه خیلی مهم بوده و ما زمانی رابطه حسنه را خراب میسازیم که توجه به دیدگاه فرد مخاطب نداشته باشیم و همه ابعاد را از دیدگاه خود ببینیم و ایره تقریبا میشه که خودشیفتگی هم نامگذاری بکنیم. ولی نه، در کل ما باید با مخاطب ما اول میخوایم رابطه اجتماعی برقرار بکنیم، رابطه دوستی برقرار بکنیم، ما شخصیت ایشان را مطالعه میکنیم. حتما زمانی که باب میل ما بود، هم ایده ما بود، ما بهتر است که بر ادامه و حفظ از این رابطه تلاش بکنیم. ما گاهی شاید در باب میل ما نباشه، اشتباهی صورت بگیره، مشکلی ایجاد بشه، اما خب احساسات غلبه میکنه، شاید تصمیم زود بگیریم، اما نه خیر. ایده ما، مفکوره ما و مشوره ما بر عزیزانی که ما را میبینن این است که در قسمت روابط اجتماعی وقتی تامین میشه، انشاءالله در حفظ کردن از او متوجه خیلی از مسائل باید بود. بله. خب آقای جویان، افرادی که دوست دارن روابط خوب داشته باشن، فعلا در جامعه‌ای که زندگی میکنه متاسفانه فرهنگ مطالعه، فرهنگ کتابخانی اصلا رونق آنچنانه که باید داشته باشه، رنگبوی خوب خاص نداره و ما بیشتر میپردازیم به این که همون وقت ما را صرف استفاده از دنیای مجازی، شبکه‌های اجتماعی کنیم و بیشتر این مسائل ما را مصروف کرده، ذهن ما را درگیر به خود کرده. حالا نقش مطالعه کردن، نقش این که ما بپردازیم به مسائل همو ادبیات و شعر و شاعری و همچنان نقش فرهنگ مطالعه، این چقدر میتونه که روابط ما را خوبتر بسازه در اجتماع و یک روابط خوب ما در اجتماع بین مردم اجتماع داشته باشیم و از یک روابط خوب برخوردار باشیم؟ بله، بسیار عالی. خب هر فرد دارای علایق و ذوق‌های مختلف میباشه و طبیعتاً رشته‌های تحصیلی هم خیلی مهم است در این موضوعی که شما فرمودین. خب رشته ها مختلف می باشه، هر فردی که وارد هر عرصه رشته یا هر موردی که تحصیل کرده می تونه با هم ایده خودش در ارتباط باشه. اما در کل من خدمت شما عرض بکنم، خب متاسفانه در کشوری که زندگی می کنیم خیلی از بوت هایی که باید در تبارز قرار بگیره، باید در معرفت در جامعه قرار بگیره، نگرفته و موضوع مهم ای است که اذهان عامه فعلا بخصوص جوانایی که ما در ارتباط هستم، دنیای مجازی یا غیر مجازی، دنیای واقعی، خب یک تعداد از عزیزان فقط دارن وقت تلف میکنن، هزینه هدر میتن و متاسفانه زندگیشون اما وقتشان در یک حالت خراب رو به منحرف روان هست. و ما اگر بتونیم ببینیم زمانی که مطالعه به ایده ما، خب سیستم آنالوگ مطالعه کتابخانی خیلی عالی است، ای بسیار عالی است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه ما درست است اینترنت ما در عرصه در قرن 21 قرار داریم که تقریبا در قرن رو به ختم است و قرن جدید میایم، ان شاءالله که اتفاقات جدید و خوب بیفته و تکنولوژی به اوج خود رسیده، اما متاسفانه ما استفاده درست نمیتونیم از او. شاید خیلی از عزیزان استفاده درست میکنن، اما ما وارد شبکه‌های مجازی هستم، در شبکه های اجتماعی بودیم، در گروه هایی که گاهی زرزده وارد شدیم یا خود ما ایجاد کردیم که بتانیم دخل هم ایده و هم دوستایی در اونجا در اشتراک داشته باشیم. متاسفانه خیلی از ذهن ها را دیدیم که رو به انحراف روان بودن و ما حداقل صحبت هایی که به خاطر بهبود وضعیت حالت از اینا باشه را برایشان انجام دادیم. خب من خواهشم باز هم از ادارای مثل وزارت اطلاعات و فرهنگ و یا
اداراتی که واقعا میتونه موثر واقعی باشه ای باشه که برنامه خوب و معلوماتی را در جامعه نشر بکنن تا بتونیم که از هان عامه را تغییر بتیم رو به بهبود از وضعیت انحراف. بله، این همه و همه که شما یاد کردین نکات مهم و نقش رسانه ها و اینکه ما چطور بتونیم که از جنبه های خوب مثبت زندگی یا همو کارکردهای ما استفاده کنیم، در کنار این همه مسائلی که شما یادآور شدین آقای جوین، در مورد نقش خانواده ها، نقش والدین چقدر میتونه در ارتباط به روابط خوب و برقرار کردن روابط نیک در اجتماع موثر باشه، زمانی که ما در یک خانواده سالم را در نظر میگیریم که تشکیل این همه خانواده ها ایجاد یک جامعه یا یک اجتماع میشه که در برگنده مسائل مهم هست که ما در خانواده در نظر بگیریم. حالا میایم روی نقششان، مدیریت و دیسپلینی که در خانواده هست، چطور بتونیم بالای تربیه فرزندان ما کوشا باشیم، تلاش داشته باشیم. بسیار عالی. اتفاقا خیلی یک مورد جالبی را شما گفتین که ما واقعا با این موافق هستم. اصلا مبدا و مقصد داریم ما در زندگی، در سفر، در همه چیز. مبدای تربیت یک فرد همو اول در خانواده است. ما شاید تا سال 7 سالگی طفل ما به مکتب نمیره. 7 سال یک مدت زمان بسیار بلند هست. از 4 سالگی طفل میتونه تشخیص بده خیلی از چیزها را، میتونه بیاموزه، میتونه یاد بگیره. و اگر در خانواده ما توجه به خانواده نداشتیم، مطمئنا ما عواقب خوب نداریم. یعنی یک خانواده خوب در جامعه تقدیم کردن میتونیم، یک فرزند خوب در جامعه تقدیم کردن میتونیم. ما روابط ها را، من دقیقا با 2 یا 3 مکتب خصوصی که در رابطه با بعضی مسائل رفته بودم صحبت میکردم، این مورد یادآور شدم. اگر در مکتب طفل ما میاموزه نوشتن، علم و خواندن را، بیشتر میتونه در خانواده والدین اونا را تقویت بکنه و در این زمان گزینه‌های بهتری را بیاموزه در باره مسائل زندگی و امورات، تا بتانیم ما در آینده یک فرزند خوب، یک شخص عالی تقدیم بکنیم که حداقل مؤثر واقع بشه. من به صراحت میتونم براتون بگم که اگر در خانواده ما خدای نخواسته توجهی نداشتیم، فردا فرزند ما در سن قانونی خود رسید، او میتونه مختار باشه. و باز هم برایتان عرض میکنم که در روابط اجتماعی یا در مسائل خانوادگی، انسان در زمانی که به سن قانونی میرسه 2 چیز، یعنی خودشایستگی و خودمختاری را کسب میکنه، صلاحیتش داره، و بعد او میتونه در هر مسیری که بخواه اقدام به رفتن بکنه. و اگر در ذهن از اینا تزریق شده باشه، در ذهن از اینا از کودکی آموخته باشه که در کدام مسیر برم خوب یا بد، او مطمئنا مؤثر واقع میشه. ما مثلا به تمام منو میتونم بگویم که خدای نخواسته یک طفلی که توجه برش نشده، در کوچه بوده یا در بیرون بوده، یا مثلا برنامه خوب را متوجه نبوده، مطمئنا در سن سالی که بالاتر هم میره، او ذهنش با او مسائل عادت کرده و باز هم همون راه را تعقیب میکنه. و ما اگر بتونیم که بهترین راه ای است که والدین عزیز هم خواهش می بوده که در خانواده توجه به طفل ها داشته باشند و مسائل خود بانوایی که، خود خواهرایی که در خانه هستند، ببینید حالا شاید مرد بیرون خانه کار میکنه و احتمالا در روز 8 ساعت 10 ساعت داخل خانه نمی باشند، ولی خب مادر عزیزی که در خانه است، خواهر عزیزی که در خانه است، مسئولیت از زیر دارن که بر فرزندانشان توجه بکنن و بیشتر بیاموزن. این خیلی پدیده بسیار خوبی است، ما بسیار خوبی است واقعا. و میخوایم در مورد نکته خیلی مهمه که وجود داره فعلا در اجتماع ما از شما بشنویم، احترام. ای که ما بخوایم به خواسته های همدیگر، به حقوق همدیگر، و اینکه مهمتر از همه انسانیت حرف اول رو میزنه. به عنوان یک انسان، به عنوان یک فرد مسلمانی که در این جامعه زندگی میکنیم، چطور بتونیم احترام بگذاریم به خواسته های همدیگر، به موقف و جایگاه همدیگر، حتی اگر یک فردی از طبقه فرد فقیر جامعه است و یا هم اگر پولدار هست، هر جایگاهی که داره، از همه مهمتر حس انسانیت هست که ما باید داشته باشیم و همچنان احترام بگذاریم. و این احترام گذاشتن چقدر میتونه که کمک بکنه تا بتونیم روابط خوب در جامعه برقرار کنیم؟ باز هم عرض کنم خدمت شما، خیلی عالی. میتونم بگم که در کل
آدمی را آدمیت لازم است. هود را گربو نباشد هیزم است. ما تمام انسان‌ها خلیفه خداوند در روی زمین بودن. فرق نمی‌کنه که فردی با یک مسائل بسیار بالای اقتصادی قرار داره، در یک مورد بسیار خوب قرار داره، و یا فردی خدای نخواسته در عالم فقر و بدبختی اگر زندگی میکنه. ما احترام گذاشتن به مقام انسانیت فکر میکنم واجب است بدون شک، و ما اگر قرار باشه بخوایم که همیشه با فردی رابطه داشته باشیم که ایشان از نگاه مالی تمویل باشن، خب شاید باز هم اشتباه کردیم. همیشه شاید برای بعضی اصلا مادیات مهم نبوده، شکل ظاهرش را دیدن و مادیا پرستی. احسن. من اتفاقا خیلی از دوستای بسیار خوبی دارم که در سطح سوی خودم قرار دارن و من خیلی دوستشان دارم، و شاید کسایی بودن در رابطه‌ای که ما داریم خب از امکانات مادی و مالی بسیار قوی برخوردار بودن، اما او روابط اصلی که من با دوستایی که در سطح خودم قرار داشتن و با دوستی که شاید مثلا در سطح سوی مسائل مادی بالا قرار داره نداشتیم. خب ما در کشوری زندگی میکنیم که همه برادر هستیم. من شخصا بر تمام مذهب که در اینجا زندگی میکنن احترام دارم، همه برادر هستیم و برشون هیچ مشکلی با ایشان ندارم. من حیث برادر خطابشان میکنم و مسائل تعصبی را کنار میگذاریم. جرقه استارتی از یک حالت خوب، از یک زندگی خوب را میخواهیم که ایجاد بکنن و یک فضای بهتری ایجاد بشه در کشور ما انشالله. زنده و سلامت باشین. جهان سپاس از حضورتان. خوش شدیم از این که شما را در برنامه با خود داشتیم و همچنان مستفید شدیم از صحبت‌های خوبتان. اگر گفتنی باقی مانده کمره در خدمتتان. شما سلامت باشین. سپاسگزار هستم. فقط کوتاه خدمتتان عرض بکنم خواهشی داشتم از تمام عزیزان، کسایی که می‌بینن جوانان، فقط وقتتان هدر نتین، و یک موضوعی هم که اگر اجازه باشه کوتاه خدمتتون بکنم، احترام به بانوا بوده و همیشه شعارم همین بوده که توجه کنیم در کوچه و بازار اگر بیرون میریم. ببینید زمانی من یک مرد را میتونم مرد خطاب بکنم که یک زن در کنار ازی در یک سفر در یک جایی امنیت احساس بکنه. واقعا خوشحال شدم. سعادت نصیب زنده و سلامت باشیم. سلامت باشیم. با دنبال صحبت های آقای جویان، ما هم میخواییم بگویم که اگر میخواییم جامعه سالم داشته باشیم و جامعه خوب داشته باشیم و همچنان در کنار این همه مسائل روابط خوب برقرار کنیم در جامعه، خوب است که احترام متقابل داشته باشیم، همدیگر پذیر باشیم و همیشه جایگاه ما را در زندگی حفظ بکنیم و حس انسانیت را در وجود ما زنده بسازیم. سپاس از حضورتان. انشالله که شما هم از داشته های خوب امروز رسم زندگی مستفید شده باشین. تا برنامه بعد و دیدار بعد که باز هم در خدمت شما عزیزان فردا بخیر قرار میگیریم. شما را به خداوند پاک میسپاریم. لحظات اوقات خوش داشته باشین.